نام یاد خدا، 62 سال قبل سه تا خواهر در جمهوری دومینیکن به جرم فعالیت و اشتراک در مبارزات انقلابی و ضد حکومتی دیکتاتورانه و زنستیز جمهوری دومینیکن زندانی می شوند و بعد از شکنجه های بسیار به قتل می رسند. و 21 سال بعدش سازمان ملل به دلیل توجه به وضعیت زنان و آسیب شناسی وضعیت زنان این روز را به نام روز جهانی محو خشونت علیه زنان نامگذاری می کنند. اما شما می بینین که در افغانستان اکنون دقیقا همون وضعیت 62 سال قبل جریان دارند. اکنون زنان افغانستان از حقوق اساسی و شهروندیشان محروم هستند. حق کار، حق تحصیل و حق حضور در مناسبات اجتماعی و سیاسی را ندارند و حتی حق انتخاب پوشش که کاملا شخصی و فردی هستند، این حقوق را زنان افغانستان از این حقوق محروم هستند. و متاسفانه جهان و سازمان‌های حقوق بشری در وضعیت زنان توجه جدی به خرج نمی‌دهند و بارها از این همه جنایات و نقض حقوق بشری با یک اعلامیه صادر کردن اونا می‌گذرند. و ما امیدوار هستیم که سازمان‌های بین‌المللی و جهانیان و کشورهایی که باورمند به ارزش‌های حقوق بشری و باورمند به برابری جنسیتی هستند در کنار زنان افغانستان ایستاده شوند و نگذارند که بیشتر از این وضعیت زنان دچار بحران جدی و نقض حقوق بشری در افغانستان شوند.